یک. اینان دختران و شوکار کشور هستند که قلبهایشان برای سربلندی و برافراشتن پرچم افغانستان در رقابت‌های بیرون مرزی می‌تپد. سردی هوا، ریزش برف و باران نیز نمی‌تواند سده باشد برای اراده قوی این رزمیکاران. این دختران وشوکار هفته دوبار برای افزایش توانایی‌های جسمانیشان به این چنین جاها می‌آیند و ورزش می‌کنند. ما به خاطر از این هوای بارانی می‌آیم ورزش می‌کنیم، به خاطر که بتانیم یک روزی یک مقام برای افغانستان بیاریم. هوای سردی می‌تونه که مثلا بدن استقامت بدن ما رو بالا ببره، یکم در استقامتش خوب باشه. این هم سیما عظیمی، دختری که نخستین های وشو را در بیرون از افغانستان آموخت و اکنون به افغانستان برگشته است و اندوخته هایش را در اختیار شاگردانش می گذارد. دوست دارم که بانوان را به سطحی که باید باشن برسم و هم سطح بقیه دختر کشورهای دیگه شوند و ای که بعضی ستم ها در برابر از بانوان قرار می گیره او را از بین ببریم. این رزمیکار کشور میگوید که تماشای فیلم‌های رزمی و دلبستگیش به ورزش‌های رزمی پای او را به دنیای رزم کشانیده است. زمانی که من مدرسه شاولین وشو چین را دیدم، علاقه من نسبت به این رشته و این ورزش زیاد شد و دوست داشتم که این رشته را خودم پیش ببرم. وشو ورزشی که در کنار مبارزه با داشتن حرکات چوب، نیزه و شمشیربازی دلبستگان زیادی را در سراسر دنیا به ویژه افغانستان داشته است. مثل این دختر خانم ها که در این هوای برفی و اینجا آمدند و برای برافراشتن پرچم افغانستان در رقابت های بیرون مرزی تلاش میکنند. میرسعید صدیقی، طلوع نیوز.